من از سر تا پا می لرزیدم و من بسیار می ترسیدم. حتی در امان لحظه که من از افغانستان می برامدم، احساس می کردم از پشت من شوهر قبلی می آیم. در کابل زندگی می کردم و در اونجا در یکی از کلینیک های شخصی کار می کردم. از اینکه فارغ تحصیل رشته طب دندان یا استوماتولوژی بودم. من یک شاگرد لایق مکتب و همچنان از دانشگاه خود بودم. 4 سال دانشگاه را به خوبی سپری کردم تا که ما نامزاد شدیم و بعد ازدواج کردیم. طرف مقابل که شوهر ما بود و فامیل آنها، و از اینکه اختلافات بین ما زیاد شد و گپ به خشونت فیزیکی رسید. خود شوهر مفکوری طالبانی داشت. با وجودی که خانم را نمیخواست که بیرون از خانه کار کنه، تحصیل کنه یا سواد داشته باشه که از حق و حقوق خود دفاع کرده بتونه. اونا معمولا قسمی بودن و خانم را میخواستن که سرکوب باشه، سرش خم باشه و چیزی که برایش امر میشه فقط امو امر بجا کنه. رسمی در محاکمه رفته من اسنادهای خود از او گرفتم و جدا شدم کاملا. لیکن زمانی که طالبا آمدن و از وقتی که من جدا شده بودم، همی آدم از طریق مسیج، از طریق پیام، از طریق تلفن به من همیشه اخطار میداد که من جدایی را و ای اسناد طلاق تو را اصلا قبول ندارم و من قبول قبول نیست. من پشتون هستم، من غیرت دارم. تو زن من امروز آمستی و دایندام خود بودی. و زمانی که طالبا آمد و سمت شمال افغانستان گرفتن، ترس من بیشتر شد که حتما اینها کابل میآیند. و پیش از اینکه اینا بیاین، یک ماه پیش از سقوط کابل، ما از کابل برآمدم. آغوش نگرفتیم، بانهای خدافیزی سعی نکدیم، فقط خواستم فرار کنم و جان خود و اولاد خود نجات بدم. حداقل یک زندگی برای خودم و دخترم بسازم.